سلام. با اینکه اصلا تو مود شنیدن موزیک نیستم و فقط چند روز دوستانم بازی کنم، ولی بذارید تو موزیک گوش کنیم، بازی هم به موقعش. خوش اومدید. خودخوری ترک چهارمی که از آلبوم زار از چرسی گوش میدیمه که لینکش رو دیسکریپشنه، میتونید از طریق کلیک روی اون لینک سریعاً دسترسی پیدا کنید و موزیک رو از یوتیوب چرسی گوش کنید. سایر پلتفرم چرسی هم دیگه با سرچ خودتون باید برسید بهش. لینک یوتیوب اسنادر و فرشاد فور دیس تو دیسکریپشن هست. اگر دوست داشتید میتونید به اون کانال هم سر بزنید ببینید. اگر وقت خالی داشتید به اون کانال سر بزنید ببینید آیا محتوای اونجا رو دوست دارید یا نه. اگر فورلز هاتون رو پاچیدید تو کامنت، بریم ما هم دیگه خودمون رو بخوریم همراه چرسی. حسین امین اینسترومنتال پلیر هم خود حسین امین، پرودوسر هم خود حسین امین. بریز پرودوسر دیگه، اینسترومنت پلیر چیه؟ همه کارا حسین امینه، ولی باید بنویسیم چی کارو کرده دیگه. به هر حال میکس سند ام زد مستر فرید ایمانی. میگذره ثانیه یه ساعت واسم تو میگی میخندم، مجبورم راحت کنم خودم و تو این فازلاب. چرا؟ چون یه جا بعد توانشو پس دادم، مخت رد میداد بوده یه جا جامان با یه کل بود درگیر دو منطق جامم. توی یکی بیرم و شکسته، توی یکی هنوز یه جوون خامم. جوونم داره میده از دست تایم، پیرم میگه تهش پوچه این زندگی. جوونم توی فکر شهرشم خودکشی، پیره تلاشش برای بقاست توی جسم این پایه تد... همون بحثی که گفتم کلن ببین داستانشو، همون اصلا همون چیزی که تو ریاکشن اول گفت بهتون گفتم که امیدوارم چرسی بندری تر، چرسی محلی تر رو در قالب یه تم خیلی مهمه توی این آلبوم قرار باشه بشنویمش و دریافتش کنیم. همینه، تمه همون زار است. واقعا اینجا چرسی داره یه سری استفاده ها میکنه از ایهام های زارگونه که آقا مثلا ببین داستان زار، اون قصه ای که زار و باد زار رو شامل میشه، یه سری عنصر توش هست مثل باد، دریا، آسمون، روح، جسم، کالبد، کنترل رفتار، دو قطبی بودن. به خاطر اینکه باد زار وقتی کنترل رفتار تو به عهده میگیره مثلا یه جوری، خودت یه جور دیگه، عدم کنترل رفتار خود گفتم، پیر و جوان بودن چون باد زار پیره، زار پیره و میشینه تو آدمای جوان. میگم از اون عناصر استفاده کرده برای اینکه حالا بخواد یه داستان معمولی به ما بگه. مثلا واقعا هممون بعضی وقتا حس میکنیم که از درون یه پیریم. از این تشبیه ما زیاد استفاده، تشبیه چه گوش چه، از این تعبیر اینجوری بگیم راحت‌تره. برای شناخت آرایه های ادبی به پیج کسایی که به روسن کانتنت های دنیا رو میسازن مراجعه کنید. از این تعبیر ما زیاد استفاده میکنیم برای بیان حال بدی خودمون. یه موقع اصلا تو حال آدم جدید نداری، اونجا خودتو آدم پیر حال آدم جدید ندارن، حال تجربه جدید ندارن دیگه. اون موقع مثلا زیاد از این تعبیر استفاده میکنیم که آجی انگار توس هزار سالمه ولی قیافم جوونه و فلان. یه موقع از خیلی بلا سرت اومده، بلا سر آدم های تجربه مال آدم های پیر دیگه، آدم هایی که زیاد عمر کردن زیاد تجربه دارن. یه موقعی هست ما جوونیم ولی اینقدر تجربه های بد داشتیم و ازشون زنده بیرون اومدیم، از این تعبیر استفاده میکنیم. میگم حال و روز یه آدم معمولی رو ممکنه داره بیان میکنه چرسی، ولی از المانایی که میشه ربط داد ایهام تناسب طور، میشه ربط تو به قضیه زار هم استفاده میکنه از بیانشون. نگی جوونم توی فکرش هم داره میده از دست تایم، پیرم میگه تهش پوچه این زندگی. جوونم توی فکر شهرشم خودکشی، پیره تلاشش برای بقاست توی جسم این پای تصمیم میره اما بیرگ لاشه سردرگمه مثل هر سری توی جسم این پای He goes to make decision but lacks courage. آها، پای تصمیم میره اما بیرنگ، یعنی میره که تصمیم بگیره ولی شجاعتشو نداره. تصمیم میره اما بیرنگ لاشه سردرگمه مثل هر سری باد زار شده بیرم کات تازه سکانس اول قصه. من جوونم لشت به سایل شدم از دست عقرب هاول، توی فکرم میگذره زندگی سیاهیش پر کردتم تازه، پا به سنی نذاشتم انون که خونواده پشتیبان برام نباشه. چرسی نگوی که تو هم الان پشتیبان خونواده ای. توی این خودخوریام هم که بعید عوارض این قرصا نباشه. نفسم داره میشه تنگ مثل دلم واسه اون، کم کم داره میشه صبح یه نسیمی داره میخوره تو. من اون بیتی خوره اذیتم کرد. تایم اوت.
یه دوتا شوت بزنم سه امتیازی. من دوست دارم بازی کنم، من میخوام بازی کنم، نه اینکه کار کنم مثل سن. من میخوام سه امتیازی بزنم. رفتون بایشی میدونه قضیه چیه. من آدمی هم که قبول میکنم، میگم آقا دیگه شرایط تو اینه فر شد. من واقعا اینجوری هم قرزن خیلی نیستم، قر میزنم آقا، ولی محض قر میزنم. محض اینکه که شری بگیم آجی خیلی ناراحت، وگرنه من آدمی هم که قبول میکنم شرایط هم. وقتی به دنیا اومدم دیگه توی خانواده‌ای به دنیا اومدم، تو ایران به دنیا اومدم، تو شهرستان کوچیک به دنیا اومدم، من اینا رو قبول کردم. اصلا اگه قبول نکنی نمیتونی تغییرش بدی. تو ناراضی از شرایط دیگه، میخوای شهر مثلا، میخوای پولدار شی، میخوای نمیدونم معروف شی، میخوای موفق شی، میخوای وضعیت خانواده‌ت رو عوض کنی، کاری که بابات نتونست انجام بده، همه اینا میسر نیست مگر با قبول کردن شرایط. من اینا رو قبول دارم همه رو. پشمام چی زدم؟ ولی بعضی وقتا بعضی چیزا خیلی تکونم میده، مثل این حرف چرسی. بعضی وقتا دیگه اون یه مویرگی هست لای تمام این قبول کردن و یه مویرگ قبول نکننده است که میگه بابا حاجی تو من جرم چی بود؟ چی کار کردی مگه؟ چرا باید از 3 نفر تو روز کار کنی مثلا؟ چرا دلت میخواد بری مهمونی ولی نمیری؟ چرا دلت میخواد؟ واقعا من دوست دارم 3 روزمو به گاو بدم. چرا یه جوری دارم زندگی میکنم که 3 ساعتمو به گاو میدم؟ انقدر دوست دارم از کالبدم بیام بیرون جب بزنم به خودم که فرشاد این چونی بازیه چیه؟ تو این 3 ساعت میدونی چقدر میتونی کار کنی؟ نمیدونم. نتیجهش من میبینم، من خوشحالی که وقتی یه کاری واسه خانواده‌ام میکنم تو صورتشون میبینم، اصلا نمیخوام با چیزی عوض کنم. هیچ چیزی اینه اون منو خوشحال نمیکنه و احساساتی اینه که من کنم. ولی بعضی وقتا اون مویرگه یه همی ترکه دیگه، یه همی ترکه و وجودم و اینکه فرشاد بابا چه زندگیه میگیره. خوبه، اوکی، همه چی میگم. بعضی وقتا مویرگر رو میترکه، باعث ترکیدنش هم الان چرسی بود. دلم واسه اون کم کم داره میشه صبح، یه نسیمی داره میخوره تو روم، یکی با هم داره میزنه حرف، یکی با هم داره میزنه جرخ، یکی ما میدونه اون ببخشید. راهکار فرار من برای فرشاد فکر بر فکر کردن اضافی اینجور چیز است. دورو برم و میبینم کسی نی، انگاه این صدا میاد اتون. حاجی انگشته که این پیانو رو زره بیارید من ماچ کنم. به جای، خیلی به جای پیانو، لاین پیانو خیلی تنش میاره. بعد اون مرگ ناباورانه شکندنه بوده ترانه. خب این انون چی زاره است؟ ببین اومد بالا الان داره از زبون زار صحبت میکنه. زار از دهن چرسی داره صحبت کنه. زاره کنترل کننده این حرفا. بعد اون مرگ ناباورانه شکندنه بوده ترانه، سردرگم بودم سوار موجون، یه تن بدا بشه به یه بهانه، ندونسته که پسام افسردم، ندونسته چند سوا دیگه هم مردم به یه بهانه. حاجی بادزار پسر داره مگه؟ میگه بعد از این که بعد از اون مرگ ناباورانه، بعد اون مرگ ناباورانه شکندنه، دایمنشن آف سانگ شاترد، بوده ترانه، سردرگم بودم سفر موجا، که یه تن پیدا شه به بهانه که من برم توش. ندونسته که پسام افسردم، ندونسته چند سبا دیگه هم مردم، بدون این که بهش بشون کمک، کسمت ها بروم شوی جومه نشتن جلوم دو، بدون این که بدون این که کمک حالش باشم بهش بشون کمک، قسمت بود شاید که بمیرم شب جومه.
من اگه اشتباه میکنم بهم بگید، درستشو بهم بگید. احساس میکنم اون باد، اون بازار انگار روحه یه آدمیه که مرده و در تلاش برای یه چیزی مرده. الان داره از زبون اون روحه، الان داریم از زبون اون روحه چیز میشنویم که مثلا پسر، یه پسری داشته که پسرش حالش بد بوده نتونسته بهش کمک کنه. اسمت برم شای جامعه نشتن جلوم تو سایل لنگه دومومش بشه دیگه هم روش نابو کمکی بکنم بشنه تونو من روش بشم توی جسمی تا هوا بودن گرگو میشه سو خلاصه کنم به خودم و همو نشتم پاش هم با گپونی ها گفتم بش از بچگی و جوانی نگاه کردم به دور و بر خود هنو نفهمیدن من پلوی یه باد بودم از جنس بپی شاید تموم بشد مشکل. آره حاجی همونه، این فکر کنم بابای مثلا بابای خودشه، روح بابای خودش اومده تو جسم پسره، بعد الان نمیتونه کمکش کنه، کنترل داره میشه اینجوریه قضیه. دهنه تو گایده آفری مهدی دنگرگو میشه سو خلاصه کنم به خودم و همو نشتم پاش هم با گپونی ها گفتم بش از بچگی و جوانی نگاه کردم به دور و بر خود هنو نفهمیدن من پلوی یه باد بودم از جنس بپی شاید تموم بشد مشکلونی دلم تنگ بوده با خانواده گپ بودن همه چشو ایرانه تلخه نبشی ببینی ادو تنها راه باد سرگردون. آره حاجی بابای یارو بوده، بابای همون جوونی که داشت تو ورسه قبلی صحبت بیکرد. آفرین جرسی، آفرین حاجی، گاییدش گاییدی منو. تیتر امروز خبر: مهدی چرسی فرشاد فردوف و گایید. هرشم آجازونم یه بار دیگه بگی بابا میتره که بابا جان همه هم من گفت. خب نمیدونم چرا ولی کامل روح منو لمس کرد این ترک، یعنی اصلا کشید بیرون کسکش روح منو. نکم کن میگم اصلا روح منو اینجوری کشید بیرون. الان من یک جسم بدون روحم آماده برای میزبانی. من چرا اینو میذارم؟ عقلم هم کشید بیرون. چیز بود، خیلی باحال بود. من از نوشتنش هرچی حیرت کردم، به نظرم خیلی خوب نوشته بود. تمام اون حفره هایی که تو نوشتن هرچی توی یه سری ترک های دیگه من حس میکردم، نگم حفره، چیزایی بود که نمیشد خیلی ارتقا داد نوع نوشتن هرچی رو، میشد ارتقا پیدا کنه، ارتقا داد که نه. به نظرم اینجا پر شده بود. یه دونه چیز داشتیم بچه کلا این شبیه فیلم نامه بود، شبیه اسکرین رایتینگ بود که از یک استراکچر تری اکت استراکچر پیروی میکرد. اکت اول اینه که ما معرفی میکنیم بازیگر اول پروتاگونیستمونو و یه اتفاقی واسه اون پروتاگونیست میفته که وارد چالشی باید شه. اون چالش معمولا انتخابیه. اگر تو فیلمای خوب، تو اسکرینای خوب اینجوریه که پروتاگونیست با یه چالش روبرو میشه، اون چالشه حالا میتونه مثلا انتخاب کنه که وارد شه یا نه، و داستان جوری پیش میره که انتخاب میکنه که وارد چالش شه. مثلا هر فیلمی اون، مثلا اتکان تایتان رو نگاه کنید، اتکان تایتان ارن انتخاب نکرد وارد اون چالش، دیگه قولا اومدن دیگه، کسخل داشت میشد.
البته بازم انتخاب کرد به خاطر اینکه میتونست شل کنه مثل بقیه که شل کرده بودن و بمیره. ولی البته صحبت راجع به اتکان تایتان یه خورده مشکله به خاطر اینکه اون اتک تایتان قدرت دیدن آینده گذشته همه چی رو داشت، میتونست شیفت کنه وقایع رو. ولی دارم مثال دارم میزنم. اینجا به نظر میاد پروتاگونیستمون واقعا به نظر میاد پدر بود. پدر مرده، روحش سرگردانه و الان دو انتخاب داره. انتخاب اول سرگردان بمونه و تا نمیدونم حالا تکلیف روح اگر سرگردان بمونه چیه، کی میتونه بره برزخ و جهنم و بهشت نمیدونم، ولی انتخاب اول این که سرگردان بمونه. انتخاب دوم این که یه جوری با پسرش ارتباط برقرار کنه، پسرش که حالش بده از رفتن پدر افسرده است، انگار گم کرده خودش و راهی پیدا نمیکنه. تنها راهی که این روح پدر میتونه با پسر ارتباط برقرار کنه الان اینه که بره تو جسمش، و وقتی وارد جسمش میشه پسر از کجا میخواد بفهمه این روح پدرشه؟ که البته پرانتز باز کنم، فکر میکنم روح پدر وارد کالبد یه پسری شده که شبیه پسرشه. فکر میکنم اینجوریه، چون نمیشه همون لحظه، من یه نمیدونم، احساس میکنم اون زار که وارد جسم میشه، زار مثلا امروز بابات ببینه فردا روحش نمیتونه وارد بدن بشه. احساس میکنم تایم باید بگذره، نمیدونم. حالا هرچی که هست، پدر این چالش رو انتخاب میکنه و وارد اکت دوم سناریو میشه. اکت دوم سناریو میشه واکنش اون پروتاگونیست و بازیگر نقش اول و در اینجا روح پدر با تصمیمی که گرفته. تصمیم گرفته وارد کالبد پسر شه و الان میبینه که وقتی وارد کالبد پسر شده همه چی بدتر شده. پسر نمیفهمه این پدرشه، یا حداقل اصلا اون پسر اون نیست، فقط شبیه پسرشه، و بدتر داره میشه شرایط. نتونسته افسردگیشو درمان کنه، نتونسته ارتباط برقرار کنه، نتونسته بهش بگه دلم چقدر تنگه، نتونسته بهش بفهمونه چقدر دوستش داره، و پسر حالش بدتر و بدتر میشه. افسرده بود، الان افسردگی دو قطبیه که زار وجودشو گرفته. اکت سومم چیره شدن و راه حل پیدا کردن واسه، حالا بسته‌ای داره، یه سری اکت، یه سری سناریو اسکینا. اکت سومشون دیگه میشه تراژدی و اینا. مثلی اکثر سناریو اکت سوم اینه که اون چالش برطرف میشه توسط، یعنی اون قوی میشه پروتاگونیستمون و برطرف میکنه چالشو. اکت سومم تو توی صحبت پدر توی قسمت آخر شنیدیم که به سرش داشت میزد که خودشو پسرشو جفتشونو بزنه بکشه و جفتشون به آرامش برسن. این تنها راهی جلوش داره میبینه اینه. یعنی وارد اکت سوم در واقع نشدیم، داشتیم یه سری تصمیم میشیدیم صرفا که شاید انجام بده. به نظر من نوع نوشتنش خیلی باحال بود اینجا چرسی، باحالترین نوشتاری که من از چرسی، باحالترین لیریکس و ترانه‌ای که من از چرسی شنیدم واقعا اینجا بود. میام روح منو لمس کرد، شاید به خاطر ارتباط پدر پسرانه است، نمیدونم، ولی میام ترکی بود که روح منو کامل لمس کرد و من به این ترکی مثلا 9 میدم. از اون دسته ترکای مثلا حاج مهدی تو رو من نمیتونم دیگه گوش کنم ترکو، به خاطر شدت تأثیری که رو من میذاره. ولی به نظر من توی شگفت زده کردن ما هم خیلی خوب عمل کرده بود شرسی. اولش یه خورده یه جوری بود، نیشگون گیرانه یه مقدار، یکم بد اون یه تیکه که گفت تازه این قسمت اول داستانه، یه خورده من اینجوری شدم، یعنی ای کاش اینو نمیگفت. ولی میگم به نظرم خیلی خوب پیش برد اون لحظه‌ای که منو میخواست سورپرایز کنه که آقا این اصلا اون روح، همون روح پدرشه و اینا. به نظرم خیلی خوب نگه داشت این معما رو، و میگم تو قسمت اول جالب طرح معما نکرد خیلی با گفتن این جمله که تازه سب کن این اول داستانه. داستانه باحال معمولا میگن توشون اول داستان نویسنده یا حالا اسکرین رایتر یه چیزی، یه معمایی از آخر داستان طرح میکنه. خب یه چیزی بهت میگه که آخر داستان میفهمی مثلا چه اتفاقی افتاده. خب دوباره من اگر اتک آن تایتان رو میخوایم مثال بزنیم، میتونید بفهمید دیگه، همون قسمتی که مادرش خورده شد و فیلان میسار، اونا همه اون غوله که مامانش خورد و اینا، اینا همش یه قسمتی بود که آخر داستان وقتی میفهمید معما رو پشمت میریخت که اونجا اصلا من گفت اینو. میگم به نظر من طرح معما خوب نشود، خوب نبود، ولی خود معما باحال بود. باحال بود، میگم به نظرم داستان جالبی نوشته بود، بی‌نظیر و ایدئال و بدون سوراخ سمه نبود، ولی باحال بود در حدی که یه داستان توی یه ترک بخواد نوشته شه و همچنان بعد غیر داستانی و فراداستانی هم داشته باشه، چون at the end of the day موزیک داری گوش میدی. یعنی اگر موزیک رو به قصد اینکه بخوای داستان گوش کنی گوش نمی‌کنی، میری داستان کوتاه پلی میکنی، مثلا داستانی داستایوفسکی و چخوف و داستایوفسکی و داستان کوتاهشو پلی میکنی. به نظرم هم بالانس خوبی بود بین یه موزیک و یه داستان تعریف کردن که نه. نظر شما راجع به این موزیک چیه؟ به هم بگید ببینیم چه خبره. راجع به ریاکشن میدونم نظرتون حتما بنویسید. مواظب خودتون باشید، به باباتون رو بوس کنید، حتی اگر باباتون بوستون نمیکنه و دوستتون فکر میکنید دوستتون نداره، البته نمیدونم، شاید هم
مشکلات خانوادگی داشته باشید. ولی اگر فکر میکنید از رو غرور بهتون نمیگه دوستتون داره، مطمئن باشید خیلی دوستتون داره. فقط موقعی نشده، موقعش که نشون بده رو پیدا نکرده. تا ویدیوی بعدی.